طناز خامل در محله تجمع با ما همراه شده. طناز، جزئیات بیشتر رو بشنویم ازت. 52 روز از اعتصاب وحید بهشتی فعال حقوق بشر گذشته، یعنی تقریبا 8 هفته است که یک انسان جان خودش رو به خطر انداخته برای اینکه به خواستش برسه، خواسته ای که جز این نیست که اسم سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره، موضوعی که قبلا پارلمان بریتانیا خودش مطرح کرده بود، اما به نظر میرسه که الان قرار نیست دنبال این قضیه رو بگیره. اگه در اطراف من نگاه بکنی اینجا تصاویری از قربانیان جمهوری اسلامی می‌بینیم، کسانی که این روزها در مدارس شیمیایی میشن، کسانی که در هواپیمای اوکراینی جان خودشون رو باختن، ببخشید، دخترانی که چشمان خودشون رو از دست دادن، دختران و پسران از زانیار تندرو گفتی که خوبه که همین الان به اونها هم اشاره بکنیم. موارد زیادی است که بگیم، اما وحید بهشتی اینجا امروز در روی ویلچر نشسته. 52 روز گذشته، با وجود اینکه روحیش قویه و میگه این راه میخواد ادامه بده، به 100 روز برسونه، یا اینکه تا زمانی که بدنش اون رو ترک بکنه و مجبور بشه اینجا رو ترک بکنه. اما دکترها ابراز نگرانی کردن. 2 روز گذشته، روز 50 دکتر ایشون به وزیر امور خارجه بریتانیا و همینطور نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک نوشته بود که وضعیت جسمانی ایشون خوب نیست، ممکنه آسیب ببینه اعضای اصلی بدن و اونجاست که زندگی ایشون شاید تغییر بکنه. من گفتگویی با خود ایشون خواهم داشت. آقای وحید بهشتی، خیلی خوش آمدید. امروز هم میبینم که در کنار کسانی که علاقمند هستن و حمایت میکنن شما رو نشستید، با وجود اینکه وضعیت جسمانی خوبی ندارید، در ابتدا خیلی نگرانن، از وضعیت جسمانی خودتون بگید لطفا. منم سلام دارم خدمت شما، سپاسگزارم از اینکه قدم رنجه کردید. به هموطنانم سلام میکنم. وضعیت من خوب، 52 روزه در اعتصاب و تحصنم اینجا. دیروز من وزن کردم بیش از 14 کیلو، یعنی بیش از 17.5% از وزن خودم رو از دست دادم. خب داریم یه مقداری دردا هست، چون که الان دیگه احساس میکنی که بدن شروع کرده به خوردن ماهیچه ها، ولی هزینه یه که باید داد. ما گفتیم از روز اول این راهی رو که پا توش گذاشتیم برگشت ناپذیره، تا لحظه ای که رهبران غرب، حالا به خصوص تمرکز ما روی بریتانیاست، بدونن مماشات با تروریست‌ها هزینه داره. از روز اول گفتیم با نیروی عشق و همبستگی، با نیروی شماها، با نیروهای هموطنانمون، با این نیرو پا به این میدون گذاشتیم. همه با هم، کار فردی نیست. خبری از وزرای کابینه ریشی سوناک نخست وزیر که ازش انتظار داشتید نه روزها نیست، چه جزئیاتی داره؟ آیا در روزهای گذشته تماسی با شما داشتن؟ تماس های غیر علنی هست، ولی به خاطر همین من دائما تاکید میکنم بر روی ملاقات رسمی، تا بتونیم اون رو رسانه‌ای کنیم و در مورد جزئیاتش صحبت کنیم، مانند همون ملاقاتی که روز 33 با وزیر امنیت داشتم. ولی تا الان دولت بریتانیا سعی داره میکنه که این مسئله رو به هر حال فکر کنه نیست، ولی خب هر چقدر که داره زمان میگذره، با توجه به اخباری که من دارم، فشارها در داخل کابینه خیلی زیاد شده و میدونن که من از اینجا تکون نمیخورم، اینجا هستم که هزینه این رو بدم. من امروز از صفحه خودم نوشتم که به اینجا میام و گزارش تهیه میکنم. خیلی‌ها برام نوشتن، خواستن که از شما بخوایم که به حساب غذای خودتون پایان بدید. جواب شما پس منفی است و میخواین ادامه بدید؟ من برای همه این عزیزانمون خیلی احترام قائلم، دستشون رو میفشارم، روی ماهشون رو میبوسم، ولی ازشون خواهش میکنم اجازه بدن که این راه رو که الان فکر میکنم به هر حال تکونهای اساسی داده، به اینجا ادامه بدیم. ممنونم از شما. بله، متشکرم. الان برمیگردیم، گزارش‌های بیشتری خواهیم داشت. متشکرم از طناز خامه، همکارم از مقابل وزارت خارجه در بریتانیا همراه ما بود. متشکرم.